خب هیچ صیادی از فاضلاب ماهی زنده صید نخواهد کرد. عرض ادب دارم خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمندم، بینندگان نازنین تلویزیون ایران فردا. آقای امیر درخشان برنامه رو از نظر فنی هدایت میکنن تا لحظات دیگر بریم به سراغ آقای دکتر اسماعیل نوریالا. درود بر شما دکتر نوریالا عزیز. خدمتتون سلام میکنم و خدمت بینندگان گرامی. به خاطرتون هست که بار گذشته ما رو کجا بردید؟ بردید سر خاک جلال آل احمد. دو تن در اونجا سخنرانی میکردن، یکی بهازین بود و یکی هم آقای دکتر رضا براهنی. اینا چی گفتن در اونجا؟ یعنی حرفای تندی زدن یا نه؟ یا همه چی بارا میگفت؟ من متاسفانه همونطور که عرض کردم در اروپا بودم و وقتی که رسیدم به ایران دیگه گذشته بود و من هم هرگز متن مطالب اونها رو دریافت نکردم، ولی میدونم که بهازین اعلامیه کانون نویسندگان رو خونده بود، ولی من از محتواش یعنی یادم نمیاد الان. خب نگاهی که آل احمد به غرب زدگی داره در واقع نگاه جامعه شناختی است. میخوام ببینم که او علل اصول در این رشته درس خونده بود، تخصصی داشت و وارد این قلمرو خیلی حساس و مهم شد در اون دوره یا نه؟ نه فکر نمی کنم که اصلا درس مثلا حتی لیسانس هم من نمیدونم داشتش یا نه. ولی میدونم که در مؤسسه عرض کنم که علوم اجتماعی، یعنی متعلق به احسان نراقی؟ بله دیگه، آقای احسان نراقی هم اون موقع بود. اون موقع مؤسسه زیر نظر دکتر صدیقی بود. آها، غلام حسین خان. ما هم دانشجوی اونجا، من و غفار حسینی و چند تن دیگر از آدمایی که اهل قلم بودن هم ما اونجا دانشجو بودیم. آل احمد و ساعدی می آمدن به مؤسسه و در زمینه تکنگاری یا مونوگرافی کار میکردن و چند تا مونوگرافی هم نوشتن راجع به تاتنشین های بومی زهرا، الان خوب یادم نمید اسمش. به هر حال تکنگاری های بودش که میرفتن روی زندگی یه روستاها عرض کنم که متمرکز میشدن و غیره. ولی به هر حال کسی که با خلیل ملکی رفت آمد داشته باشه خود به خود عرض کنم که تمایلات جامعه شناختی پیدا میکنه. یعنی من فکر میکنم که دو تا آدم بودند که در واقع بیشترین تأثیر رو در ایجاد و شکل گرفتن جامعه شناسی و سایر علوم اجتماعی در ایران داشتند. از لحاظ آکادمیک عرض کنم که دکتر غلام حسین صدیقی بود که اصلا لفظ جامعه شناسی رو او عرض کنم که باب کرد درست. و همواره استاد بزرگ همه جامعه شناسان ایران بود. و خلیل ملکی هم بعد سیاسی، یعنی علوم سیاسی یا جامعه شناسی سیاسی رو خیلی تأثیر گذاشته بود روش. نراقی چی؟ احسان نراقی. ببخشید، احسان نراقی. احسان نراقی خیلی دیرتر آمد توی کار. احسان نراقی در واقع از شخصیت‌های دهه اواخر دهه 40 و دهه 50 هستش. درسته، ولی دوره انقلاب سفیده احسان. بله. بله. عرض کنم که ولی خب ایشون هم در همون زمینه مسئله غرب زدگی و بازگشت به خیش اینها مطالب عمده ای رو می نوشتش. اینها همه کسانی بودند که جامعه روشنفکری ما رو در مقابل این پرسش قرار داده بودند که بالاخره تکلیف ما در میانه دو شرق و غربی که هر دوتا داره مطامعی در مملکت ما هستند و به منافع ملی ما توجه نمی کنند کار میکردش. نمیدونم میخواید که ادامه بله ادامه آره چند تا سوال هم دارم که دلم خواهد با شما در میان بگذارم. خب میدونیم در همون دوره برخی از تشکلهای زیرزمینی در حال شکل گرفتنن، چندین سازمان و گروه هایی که برخی هم به عملیات قهرامیز اعتقاد دارن، مثلا گروه فدائیان، مجاهدین و بقیه. میخوام ببینم که اینا آیا در میان نویسندگان و روشنفکران ما نمودی داشتن یا نه، یا همه چیز در خفا میگذشت و شما نه با اونها مرتبط بودید نه اونها رو میشناختید؟ ببینید در دهه 40 هنوز اینها نمود خارجی نداشتن. در دهه 50
روشن شد که مثلا برخی از نویسندگان در ارتباط مستقیم با این سازمان‌های سیاسی هستند. اما من فکر می‌کنم یک جریان دیگه‌ای هم که در دهه 40 رخ داد و تأثیر بسزایی در جهان روشنفکری ما گذاشت، بازگشت دانشجویان ایرانی از خارج بود، کسانی که عضو کنفدراسیون شده بودند. ما در اون موقع در ایران در اوائل دهه 40 زیاد خبری از خارج کشور نداشتیم که چه اتفاقاتی افتاده، و ولی خب به هر حال در اواخر دهه 1330 حزب توده در خارج کشور بسیار فعال بود و در واقع موتور اصلی این که دانشجویان ایرانی رو بیاره بر ضد حکومت شاه عرض کنم که سازماندهی بکنه، فکر از اونجا بود. دکتر منوچهر ثابتیان که همین یک سال کمتر از یک سال پیش فوت کرد، و در مورد اینکه چگونه رفته بود به آلمان شرقی و خبر گرفته بود و این حرفا، یا آقای خانبابا تهرانی و اینا کاملا در جریان هستن. اما اون چی که به داخل کشور مربوط میشد، من خاطرم هستش که یک روزی در مثلا سال 1342 بود فکر میکنم، خب، که آقای سیاوش کسرایی به من و نادر ابراهیمی، من و نادر ابراهیمی اون موقع خیلی با هم دوست بودیم، با هم کار میکردیم، داشتیم انتشارات طرفه رو درست میکردیم و غیره، و کسرایی هم آدم بسیار خوشمحضر رفیقی بود و بنابراین خیلی دوستش میداشتیم، و او هم با ما که بود حرف توده ای و اینا نمیزد، خیلی حرفای معمولی عرض کنم که این محافل رو مطرح میکردش، برای خودش یه مرکزیتی داشت که دورش جمع میشدیم. ایشون یه روزی ما رو دعوت کرد، گفت من میخوام شما رو با یه عده آشنا بکنم. ما وقتی که رفتیم خونه اون، عرض کنم که 4-5 نفر اونجا بودن، ولی کسانی که در حافظه من باقی موندن، یکیشون پرویز نیکخواه بود، یکیش عرض کنم که مهندس احمد منصوری بود فکر میکنم، منصوری، بله بله، و یکیش هم عرض کنم که فیروز شیروانلو، فیروزم بود، بله. اینا دانشجویانی بودن که در انگلستان درس میخوندن، بیشترشون در منچستر هم بودن، و از حزب توده برخواسته بودن و بعد از حزب توده جدا شده بودن و رفته بودن در کنفدراسیون فعالیت میکردن، تمایلات ماویستی پیدا کرده بودن و غیره، و اینها یه مرتبه در سال 1341 توی تهران عرض کنم که سرکلشون پیدا شده بود، و ما هم که از سابقه خبر نداشتیم توی خونه کسرایی، من و نادر ابراهیمی با اینا آشنا شدیم، و در اون بین رابطه نادر ابراهیمی خیلی با اون مهندس منصوری گرم شد، و من با شیروانلو عرض کنم که سلام علیکی بیشتری پیدا کردم. شیروانلو همیانان بعد مترجمی است که بعدا در ایران پاره ای از آثار مارکسیست های نو رو به زبان فارسی ترجمه میکرد و واقعا هم سهم عمده ای داره در معرفی مارکسیسم نو یا مارکسیست های نو خواسته به جامعه کتاب خواهد. بله ببخشید. بله، شیروانلو عرض کنم که پسر یه تیمسار ارتش بود و خیلی آدم منظم، کتاب خونده، تمیز، شیک پوش. اصلا آدم باور نمیکرد که مثلا این میتونه چون ما عادت کرده بودیم که مثلا انقلابیون باید یه خود چرک باشن، موهاشون هم ژولیده باشه، ولی این سه تا آدمی رو که اون روز ما تو خونه کسرایی دیدیم، آدمای بسیار شیک و تر و تمیز و قشنگی بودن. و لاشایی هم بود یا نه؟ لاشایی اون روز فکر نمی کنم بود. بعدا من از طریق خواهرش یک بار دیدم، فریده، که نقاش بود و جزو مثلا مجالس روشن فکران بود، عرض کنم که بیشتر با ما آشنا بود تا او. من زیاد او رو عرض کنم بس نیکخواه بوده، منصوری بوده و آقای فیروز شیروانلو بیشتر بودن، این سه نفر در حافظه من باقی موندن. بسیار عالی. عرض کنم که
مثلا شیروان رو گاهی شبا ما توی همین کافه ها، تو کافه نادری، جاهای دیگه میدیدیمش. و بیشترم بحث ما، بحث ارز کنم که تا سال 44 بود، مثل اینکه اون حادثه تیراندازی به پادشاه در کاخ مرمر پیش آمد و همه اینا رو گرفتن به عنوان اینکه اینها یه سربازی به نام رضا شمس‌آبادی بود، شمس‌آبادی، بله شمس‌آبادی، اینا اینو تحریک کردن که این بره سوء قصد بکنه به شاه و اینا رو گرفتن. و خیلی هم جالب بود، من یادمه که اون شبی که کیهان در آمد و عکس اینا رو روی صفحه اول گذاشته بودن، مدتی بودش که ما زیاد هم دیگر میدیدیم، یعنی من شیروانرو رو زیاد میدیدم، گاهی منصوری رو با نادر ابراهیمی میدیدیم، میامدن توی عرض کنم که کافه های شبانه. و من یادمه که اون شب توی کافه نادری یک سکوتی برقرار شده بود، چون تمام این عکسایی که روی این صفحه بود عرض کنم دوستان ما بودن، هر شب با یک کدومشون به هر حال با هم بودیم و بعضی ها حتی احتمال میدادن که این یه توطئه‌ای باشه برای اینکه مثلا همه روشنفکران رو بیان بگیرن و غیره، که البته کسی با ما کاری نداشتش. و اینا رو گرفتن، عرض کنم که سال 45 محاکمهشون کردن، زندان براشون بریدن. یادمه که مثلا نیکخواه به 10 سال زندان محکوم شد و شیروانلو مثل که 7-8 سال براش بریده بودن، ولی شیروانلو خیلی زود از زندان آمد بیرون و دو مرتبه در محافل روشنفکری پیدا شد. خیلی نزدیک شده بودش به دکتر امیرحسین آریانپور که اون موقع عرض کنم که به حال استاد جامعه شناسی بود. بله. ولی ساواک بهش اجازه نمیداد جامعه شناسی درس بده، او معلم زبان انگلیسی دانشکده علوم اجتماعی بود، ولی سر کلاس که می آمد بیشتر متون جامعه شناسی رو به زبان انگلیسی می آورد و مطرح می کرد. من و غفار و حسینی و اینها هم عده‌ای هم بودیم که شاگردش بودیم. و عرض کنم که بعد معلوم شدش که ایشون داره یک کتابی در میاره به نام مقدمه جامعه شناسی که خیلی مشهور شد، و کار بزرگ و آکادمیکی که ایشون کرد این بودش که در انتهای اون کتاب یک لغتنامه گذاشت. درسته. بیشتر لغتهای جامعه شناسی امروز عرض کنم که مدیون این کوشش عرض کنم دکتر آریانپوره، که در اون کار فیروز شیروانرو هم خیلی بهش کمک میکرد. همونطور که میگید او هم مشغول، که فکر میکنم ارنست فیشر بود کتابی که ارنست فیشر که اون کتاب رو منتشر میکرد، نیاز داشتش که فارسی بسیاری از کلمات عرض کنم که انگلیسی رو داشته باشه، و در نتیجه رفته بود پیش آریانپور و آریانپور هم پسندیده بودش و به کارش گرفته بود، و اون عرض کنم که جزوه آخر کتاب رو به کمک شیروانلو در آورده. این انتشار این کتاب مقدمه جامعه شناسی با مشکلی روبرو نشد از نظر چاپ؟ یعنی دستگاه اجازه داد؟ یکی از کتابای درسی مدارس امریکا بود. جالبه. و اصلا هیچ مسئله خاصی درش از لحاظ مثلا گرایشات چپ و نم کمونیستی و حرفا توش نبود. درست. خیلی کتاب درسی بودش که من بعداً هم که آمدم به امریکا در همون دانشکده دیدم همون کتاب رو تدریس میکنن. مهم این بودش که با ترجمه اون کتاب و قرار دادن لغت‌های فارسی در مقابل مفاهیم فرنگی، ما صاحب یک زبان جامعه شناسی شده بودیم. دقیقا. که میتونستیم راجع به نظر من تشخیص آریانپور این بودش که تا این زبان به وجود نیاد اصلا اندیشه مارکسیستی تو ایران پا نخواهد گرفت. من یادمه که مثلا یکی از بحثایی که بین ماها جریان، چون منم خب دانشجو دانشکده ادبیات انگلیسی بودم. درست. و مورد سوال قرار میگرفتم و غیره، مثلا یکی از حرفا این بودش که اِوولوشن در مقابل رِوولوشن. بله. خب رِوولوشن رو ترجمه کرده بودن انقلاب، اما اِوولوشن رو حزب توده آمده بود ترجمه کرده بود تکامل. یعنی تو همه کتاب‌های حزب توده که نگاه بکنید
اِوولوشن شده تکامل، که در حالی غلط که اِوولوشن از ایوالو شدن یعنی برآمدن دگرگون شدن میشد و لزوما دگرگون شدن به طرف کمال نیستش، میتونه به طرف انحطاط هم باشه. به همین دلیل بحث‌های بسیاری در میگرفتش که آقا ما نباید اِوولوشن رو بذاریم تکامل، باید بذاریم مثلا تطور، تحور، دگرگونی، از این حرفا. آریانپور معتقد بودش که اگر که این من خودم احساس میکنم هنوز یه بخشی از آریانپور در من زندگی میکنه، چون اغلب میام مقاله بنویسم میبینم که ایداد بیداد ما هنوز بین مثلا ایمان و اعتقاد و دین و مذهب تفاوت نمیذاریم و به همین دلیل میخوایم مثلا کلمه سکولاریزم رو ترجمه کنیم نمیدونیم این چیه، جدایی دین از دولت، جدایی مذهب از حکومت. بیست من خودم گشتم دیدم که در کتابهای فارسی سکولاریزم رو به 9 گونه از کنم که ترجمه کردن، هر مترجمی مطابق عشق خودش این کار رو کرده. آریانپور میخواست که زبان اندیشه جامعه شناسی رو از کنم که تیز و برا بکنه. به هر حال این آقای فیروز شیروانلو یک شرکت آگهی درست کرد بعد از مدتی و چون کار گرافیک خیلی خوبی هم میدونست خیلی کارش گل کرد. اول مثلا پوستر میساخت و برای پوسترهای سینمایی به خصوص و بعد افتاد اصلا تو فیلمهای تبلیغاتی و کارهای بسیار پرخرج و پولدراری رو انجام میده و اون دفترش هم پاتوقه عرض کنم که خیلی از روشن فکران بود. دفترش کجا بود؟ به خاطر عرض کنم که روبروی هتل مرمر در شمال میدان فردوسی. آه خیابون فردوسی بود. بله. عرض کنم خب دیگه کانون نویسندگان بسته شد در واقع در سال 1350 و اعضایش هم پراکنده شدن. تا اینکه عرض کنم نگفتید سرنوشت اون بچه ها چی شد؟ گفتید به زندان افتادن بچه نیکخواب و آقای منصوری شیرو. نیکخواه که من یادمه یه 2 سالی که از زندانش گذشت فکر میکنم سال 47 بود. نه ببخشید 47 بود، نه 46 بود، خوب یادمه که ایشون عرض کنم که اظهار پشیمانی کرد از سوابق خودش و پس از مدتی هم از زندان آمد بیرون. گویا با پادشاه اصلا این ملاقات داشته و هم دیگه گفتگو میکنن. بله. هم چیزی من شنیدم. میگم من چون ارتباطی با نیکخواه نداشتم، من بین اون عده‌ای که خونه کسرایی دیدم بیشتر با شیروانلو زلفمون به هم گره خورد، اگر که بشه این اصطلاح رو به کار برد با این سر تاس، ولی این گونه بود. منصوری چی شد؟ منصوری وقتی که از زندان آمد بیرون دیگه اصلا کار سیاسی رو گذاشت کنار. من یادمه که همون سالها بود که نادر ابراهیمی از خواهر ایشون تقاضای ازدواج کرد، فرزان خانوم منصوری، زن بسیار عرض کنم که مهربان و خوبی بود و در واقع نادر ابراهیمی شد شوهر خواهر منصوری. عجب و منصوری عرض کنم که فکر میکنم تو کرج جایی یه کارخونه‌ای بودش که این مهندس اونجا شده بود و کار میکرد و دیگه هیچ نوع تمایل فعالیت سیاسی از خودش نشون نداد. ولی هنوز هم این نادر ابراهیمی برای من یه معماست، چون تا حالا اون چی که من از شما شنیدم نشانه ای نبود از این که در نادر ابراهیمی در اندیشه ها شما گرایشات تند مذهبی ببینید، در حالی که یک کتاب بعد از انقلاب منتشر کرد به نام عارفانه ها اگر اشتباه نکنم، کتاب قطوری هم هست و فکرم میکنم یه مقدمه شاید مثلا آقای شفیع کدکنی هم برای این کتاب نوشته باشه، فکر میکنم داره درست به خاطرم نیست. و وقتی خوندم من به اصطلاح این کار آقای ابراهیمی رو که نگاهی بود به مجموعه به اصطلاح تذکرنامه های عرفانی یا متون عرفانی ما، حیرت کردم که چطور ممکنه یک آدمی این همه مذهبی شده باشه. یعنی مذهبی که میگم در حد یک مثلا یک طلبه حوزه علمیه در این ابعاد.
حالا میتونم یه دفعه بیارم یه چند صفحه ای رو بخونیم با هم دیگه. این از کجا ناگهان مذهبی شد؟ این که ملی‌گرا بود، این که اصلا اعتقاد خیلی آدم به نظر میرسید که غیر مذهبیه. چه اتفاقی درش افتاد؟ من واقعا نمیدونم. فقط این رو میدونم که درست تا مثلا یه 5-6 ماه قبل از انقلاب که من او رو دیدم، بله، هیچ نشانه ای از مذهب توش نبود. عجب. یکی از دلایلش هم اینه که همون روز که من با محمدعلی سپاندو جلو دانشگاه رد میشدیم، دیدیم نادر داره از روبرو میاد. من چند سالی بودش که نیده بودمش، چون اصلا آمده بودم فرنگستون و عرض کنم فقط تابستون ها میرفتم تهرون. دیدیم خیلی، فکر میکنم براتون تعریف کردم، خیلی پراشفته و ناراحت بود و روبروی سینما تخت جمشید یه میخانه کوچیکی بود. خب. رفتیم اونجا نشستیم و عرض کنم که ایشون مقدار مشروب فراوونی خورد و زد زیر گریه، به شدت گریه میکرد. آه. و وقتی ازش پرسیدیم که جریان چیه، گفتش که من از جلوی انتشارات نیل رد میشدم. انتشارات نیل ناشر کتابهای ایشون بود و همیشه تو ویترینش کتابهای ایشون وجود داشت. میگفت رفتم اونجا دیدم کتابای من از تو ویترین جمع کردم و رفتم تو پرسیدم که آقا کتابای من چی شده. گفتم که آقا زمانه عوض شده و کتابای شما دیگه خریدار نداره و خطرناک هم هست، ممکنه که این مذهبی ها بیان با سنگ بزنن شیشه رو بشکنن. عجب. بله بله. عجب. و این کتاب رو، کتابای ایشون رو جمع کرده بودن. و بعد هم همون موقع کانون نویسندگان دو مرتبه تشکیل شده بود در خانه گلشیری. و باز این رو هم خدمتتون گفتم قبلا که چند نفر رو دعوت نکردند بیان در تجدید حیات کانون نویسندگان شرکت داشته باشن. نادر نادرپور بود، منوچهر آتشی بود، اخوان سالس بود و نادر ابراهیمی هم جزو اینها بود که به علت همکاری با دستگاه به اصطلاح گفته بودن ما اینا رو راه نمیدیم. که این هم اون روز در اون دیداره که با نادر داشتیم مطرح شد و گفتش که از یه طرف کتابای منو نیل جمع کرده، از طرف دیگه کانون نویسندگانی که ما خودمون آمدیم و چون اون جزو 9 نفر تشکیل دهنده کانون بود، اینها آمدن و میگن که نادر ابراهیمی نمیتونه بیاد توی کانون نویسندگان جدید. خیلی حالش بد بود. والا حق داشته آقای نوریالا. بله. شما فکر کنید روشن فکران ما که همه مدعی آزادی بودن، فکر کنید یک کسی مثل نادر ابراهیمی، حالا به خاطر میدونم کارهایی هم که تو تلویزیون کرد، یکی آتش بدون دود بود، یک سریال، یه سریال هامیکامی، این بله. به اصطلاح فراورده او بود در دوره همکاری با رادیو تلویزیون، بعد این رو کنار گذاشتن به اتهام همکاری با حکومت. یعنی واقعا مثل که شباهت هایی وجود داشته بین کارهای خود ماها با خود دستگاه، یعنی فرقی نبوده بین ما. خب یعنی روش های ما خیلی استبدادی بوده در برخورد با دیگراندیش. یعنی یه کسی که شبیه ما فکر نمی کرده یا به جناح دیگری تعلق داشته، اینطوری نیست؟ حتی زن این می رفتش که با کسی یعنی شما تو آثار نادر ابراهیمی حتی هنگامی که با رادیو تلویزیون کار می کرد، شما نمی دیدید که مثلا اون داره بر له دستگاه چیزی میگه. همینه، درست میگی. حامی و کامی، خب سفرهایی بودش که این دوتا میکردن در شهرهای مختلف و ایران شناسی تصویری بود. دقیقا همینه که میفرمید. وقتی این کتابش عارفانه ها ستایشی میکنه از آخوندیزم، اصلا حیرت انگیزه. خب برای که میگم از جانب روشن فکری ایران ترد شده بود دیگه، به همین علت بوده. پس من هرگز گریه های او رو اون روز فراموش نمی کنم. خیلی منقلب بود. عجب. این در چه زمان، چقدر فاصله داشتیم تا انقلاب وقتی این اتفاق افتاد برای او؟ یعنی اون دیدار آخر ما، اون روزی که اون رو دیدید گریان، چه فاصله داشتیم تا انقلاب؟ شاید مثلا 4 ماه یا 5 ماه. عجب. بله. میگم تابستان بود. خب من رفته بودم تهران در تعطیلات دانشگاه و ایشون رو اونجا دیدم و انقلاب خب در بهمن ماه اتفاق افتاد دیگه. من مهر برمیگشتم لندن، بنابراین حالا مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، 5 ماه قبلش بود. عجب عجب. نه من اصلا پس پیش حق میدم واقعا، اگر یه آدم این همه زیر فشار بود از هر طرف
از طرف همرزمان خودش، دوستان خودش، از طرف ناشر خودش. نادر ابراهیمی عرض کنم که یکی از درخشان ترین استعدادها و انرژی های ما بود که همونطور که خودش توی دو جلد کتاب ابن مشغله خودش نوشته، باعث شده بودش که عرض کنم که در هر کار و حرفه ای این شرکت بکنه و دخالت بکنه و در همه این امور عرض کنم که بنسبت موفق سرآمد بود. در قصه‌نویسی درخشانی بود. خیلی خیلی. در قطعات ادبی نوشتن، در خطاطی، در نقاشی، هر کاری که بگی در دستش برمی آمدش. کوهنوردم بود ها؟ بله؟ کوهنوردم بود؟ کوهنورد که بله شدیدم بود. من اصلا وقتی که در دانشکده ادبیات با او هم کلاس شدیم و زودم با هم دوست شدیم، او اولین جایی که من رو با خودش برد، عرض کنم که اول خیابون شمرون درست سر تخت جمشید یه دفتری بالا بودش که دفتر کوهنوردی پانیرانیست ها بود. اون موقع ایشون پانیرانیست بود. پانیرانیست هم بوده، عجب. بله بله، اون شدیدن پانیرانیست خب یه جایی یادتون باشه فرمودید که ما اطلاعی از خارج و کنفدراسیون نداشتیم. گروهی آمدن به تدریج به ایران و ما متوجه شدیم که در بیرون هم تشکل‌های سیاسی وجود داره و خلاصه آشنا شدید با نحوه فعالیت در بیرون. میخوام ببینم که اون زمان چه برداشتی داشتید جمعاً از این فعالیت‌هایی که کنفدراسیون انجام میداد یا گروه‌های سیاسی وابسته به کنفدراسیون. عرض کنم حضورتون من زیاد اطلاعی به اون صورت نداشتم. فقط یادمه که سال 48 بود، اواخر 47 شاید بود، که میرفتم به لندن و در هواپیما یه جوونی بغل دست من نشسته بود و از این ور اون ور صحبت کردیم و مسئله نویسندگی و عرض کنم مبارزه با حکومت و اینها پیش آمد و این جوون به من گفتش که اگر که کاری نداری هواپیما که تو لندن نشست، بیا من تو رو ببرم به یک محفلی. خب. منم گفتم باشی. ایشون عرض کنم که از فرودگاه لندن آمدیم بیرون و سوار قطار شدیم و رفتیم وسط شهر توی محله چلسی. ایشون منو بردش به یه بالاخونه یک ساختمونی و اونجا دیدم گوش تا گوش عرض کنم که جوانانی که خب معلوم بود دانشجو هستن نشسته بودن و او به من گفتش که اینجا جلسه کنفدراسیونه. من عرض کنم که تا حالا بر نخورده بوده، یعنی همین شیروانلو اینا هیچگاه راجع به کنفدراسیون با ما صحبت نمی کرده. من حرفش رو از دکتر ساعدی و براهنی و آل احمد شنیده بودم ولی خودم هرگز تماسی نداشتم جز اون روز. و اون روز این جوونی که من اسمش هم تا این اواخر یادم بود به جمع گفتش که این آقا اسمش اسماعیل نوریالاست و نویسنده است و عرض کنم که کانون نویسندگان رو درست کردن، این منشیشه. خب. همه خود ما رو سراپای ما رو برانداز کردن اینا. گفتن که جریان چیه؟ منم براشون شرح دادم از اون کنگره‌ای که شهبانو میخواست درست کنه و اینجور شد اونجور شد و فلان و ما عرض کنم که کانون نویسندگان رو تشکیل دادیم. گفتن خب مرامنامه شما چیه؟ ما گفتیم که آقا ما قراری که با هم دیگه گذاشتیم اینه که ما قانون اساسی مشروطه رو به عنوان چارچوب مراجعه خودمون قبول داریم و عرض کنم که بر اساس آزادی های مندرجه که در کانون نویسندگان در قانون اساسی خواستار رفع سانسور هست. تو همینجا باشید؟ همینجا. تشکر میکنم، یاد تو باشه. کجا بود؟ ما رو کجا برد آقای دکتر نوریالا؟ بنابراین رفتیم توی جلسه اعضای کنفدراسیون در لندن و ایشون داره توضیح میده که در ایران چه گذشته بر نویسندگان. آقای نوریالا، فعلا من با شما خداحافظی میکنم. با تشکر، خسته نباشید. خیلی متشکرم، قربون شما. نفذ شما گرم. امیر جان تشکر میکنم. امیران عزیزم خداحافظ شما.